ادامه آغاز روز است. دکتر ولید حسن خیل متخصص امراض روانی مهمان ماست تا در مورد عدم رعایت توصیه های صحی از سوی مردم در روزهای عید را مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. آقای حسن خیل سلام، با آغاز روز خوش آمدید. عرض سلام و ادب، صبح بخیر، عید شما مبارک سلامت. و عید تمامنده ها سلامت باشین آقای حسن خیل. حالا ما در روزهای عید هستیم آقای حسن خیل، میبینیم که مردم دسته دسته به سرک ها ریختن، به جاده ها ریختن، به دید و وادید رفتن. چه رخ میده؟ پیامد این عید گشتی و عید مبارکی چه خواهد بود؟ متاسفانه یک هفته قبل از عید ما متوجه بودیم یا شاهد بودیم که نام خدا شهر و بازار مردم بیش از حد بیرون برآمدن، بدون ماسک، بدون رعایت فاصله اجتماعی، و نماز عید نام خدا دیدیم که مردم اشتراک کردن بدون فاصله اجتماعی، بدون ماسک. آل روزا عید است، نام خدا رفت آمد زیاد است که یک خطر هم خدای نخواسته بعد از عید میبینم، و خطر جدی کرونا را. چگونه یک فاجعه رو خواد داد؟ ما دیدیم که فعلا هم در دل موجسه قرار داریم آقای حسن خیل، و یک نگرانی بسیار کلان وجود داره. شما رو به این باور هستن که کنترل یا هم به نحو مبارزه کردن با موجسه اراده وجود نداره، یا به نحوی از دست رفته، از کنترل خارج است؟ عید قربان یا عید سعید اضحا چی بر سر مردم میاره، با اینکه حالا مردم توصیه های بهداشتی رو مراعت نمیکنن، ماسک استفاده نمیکنن، دستکش استفاده نمیکنن، به عید مبارکی خانه یکی دیگه میره، چی رو خواد داد؟ پیامدش چی خواد بود؟ آیا ما با شمار مرگ میر رو برو خواد بودیم، یا با شمار مبتلا رو برو خواد بودیم، یا تصویری که ما از هند داریم اونام بعد از اینکه یک مراسم مذهبی را سپری کردن در دل یک بحران قرار گرفتن، ما تصویری که از هند داریم در افغانستان هم رو خواد داد؟ متاسفانه ما هنوزم در اوج موج قبلی قرار داریم، هنوزم از اوجش ما پایان نامدیم. درست. اسمی که عید خرد بود یا عید رمضان بود، در او متوجه شدیم که یک هفته دو هفته بعدش یک جار شد، به حساب یک انفجار کرونایی شد. ما شاهد شبخانه بودیم که شبخانه اصلا جای نبود، و این قسم هم دیدم یک وقت که ما سر مریضا دست دالیزا افتاده بودن، پای میماندن پای وازا، اکسیژن نبود، مردم سرگردان میگشتن، مریضا در پشت شبخانه جان میدادن، و بسیار یک وضعیت وخیم هم شاهد بودم که حتی بر خودم یک نوکابوس پیدا شده بود که وضعیت هم دیدم. و بدبختانه در اید هم میبینیم که مردم همو رفت آمده است، همو قبل واره بدون رعایت فاصله اجتماعی رفت آمده است، میمانی هاست، ببینیم که همیال سرسرک موتر هاست، رنگ برنگ رفت آمد میکنه مردم، که بسیار خطر هست. و خدای نخواسته باز حکومت هم باز همو امکانات هم نخواد داشتن، و همو بیدکوپنسی یا دمو شفاخانه که بستر که در نظر گرفته شده شاید اونم هم کم بود کنه. و امریکا و انگلیس دیدیم که دمی 3-4 روز آخر امو رسترکشن یا امو قید قوید کم کردن، دیدن که دمی 2 روز باز اوج گرفت کرونا دمو دو مملکت. در دو مملکت پیشرفته که مردم اونجا واکسین کردن، مردم هنوز هم در واکسین کردن هستند، در حال واکسین کردن هستند. متاسفانه در افغانستان هم هنوز مردم درست واکسین نمیکنند. فکر میکنند ما را واکسین شاید 2 سال بعد ما را بکشه، یا این واکسین حرام است، حلال است. هنوز ما در این مسائل هستیم که بسیار خطر جدی مواجه ماست. خدای نخواسته باز قسم شود که حتی ما دکترها یا حکومت یا به مو توان خود که حکومت های قوی را ضعیف ساختن، ما شما خب یک دولت ضعیف هستیم یا یک ملت ضعیف هستیم. درست. حالا فکر میکنید که وزارت صحت عامه آقای حسن خیل آمادگی داره؟ چون ما در آغاز موجسه و زمانی که شما گفتین هنوز هم موجسه در اوج خود قرار داره، فکر میکنید که وزارت صحت آمادگی خود را داره؟ چون نه قرنطینه شد و نه هم بعض توصیه ها به شهروندان گفته شد. ما دیدیم که
در ارگ حتی نماز عید را بدون از اینکه فاصله ها را مراعات بکنن ادا کردن. این وضعیت نشان دهنده چی است آقای حسن خیل؟ چرا مردم حالا بیشتر بود روانیش اگر بحث بکنیم، چرا مردم باورمند نیست؟ از بود روانیش که بگویم، ما مردم افغانستان یک مردم سرشخ هستیم. قبول نمیکنیم توصیه دکتر، توصیه های وزارت. فکر میکنیم که همه چیزی که ما فکر میکنیم همی درست است، که خود از یک مشکل روانی است. یک مردم سرشخ، بسیار کلاشخ هستیم، زود گپ قبول نمیکنیم. خدای نخواسته تا وقتی که در فامیل یک کس از دست بتن، باز بار از او قبول میکنن که کرونا یک بنا مریضی هم یک چیز است. که خدای نخواسته باز تو وقت نشه که تمام فامیل بگیره تا یک کس نباشه باعث پایواز که باز واره کمک کنم بتاند. کرونا هم این قسم هم است. و متاسفانه قارچ سیام و اوقاتش زیاد شده میره روز به روز، که خود از هم یک خطر جدی شده میتانه. و وزارت ساعت آمد دو سه روز قبل از این اعلان خود کرد که در خانه باشین و از رفتن به اجتماعات یا مهمانی خودداری کنین. لیکن متاسفانه مردم هنوزم کم شنیدن، مردم هنوزم رفت آمد میکنن. و تا یک ماسک آدی هم بسیار در ده نفر یک نفر هم ببینم که یک ماسک میپوشن. و یک خطر است، خدای نخواسته باز قسم نشه که باز ما پشیمانی کنیم یا یک فاجعه شوه که باز ما جلوش گرفته نتانیم. حتی دکتر صاحبای ما باز قدر امکانات ندارن که باز اون مریض نجات داده بتانند. و بعض وقت هم که در شفاخانه دکتر صاحبا هم لطکوب میشه از طرف پایواز. بهتر همیست همی وقتش است که ما باید حداقل رفت آمد خود کم کنیم، فاصله اجتماعی را رعایت کنیم و عید مبارکی را از طریق همی موبایل ها، از طریق همی شبکه های اجتماعی، از انترنت، از تکنولوژی نو باید استفاده کنیم. بسیار خوب. حالا اگر توجه صورت نگیره آقای حسن خیل، فکر میکنید که همه در دل یک بحران قرار خواهد گرفت، شرایط بدتر خواهد شد و حتی جای برای بستر شدن وجود نخواهد داشت، آیا در خانه های همه افغان ها غم گلم خود را پهن خواهد کرد؟ با توجه به وضعیت و تصویری که ما داریم از ارگ ریاست جمهوری گرفته تا تک تک خانه های مردم، هیچ کس توصیه های بهداشتی را مراعت نمیکنه. متاسفانه ما در شفاخانه که مربوط به کرونا میشه در جریان هستیم. هنوز هم بد یا پنسین همش پر هستن، یعنی بد یا کدام بستر خالی هنوز هم وجود نداره. به این معنی است که هنوز هم در اوج خود است و بستر خالی هنوز هم نداریم. و متاسفانه ای کسایی که نو مبتلا به ویروس میشن یا که باز بستر میشن اصلا گنجایش نداریم. من در این فکر هستم که باز مریضا را کجا بستر کنیم. شفاخانه شخصی هم گنجایش امکانات نداره. یکی مردم از نگاه پولی و قدر امکانات ندارن که باز شب 5000 و 6000 در شفاخانه شخصی باز قیمت بپردازن. من این فکر هستم بازی مریضایی که نو مبتلا میشن در کجا بستر خواهد شدن. و خدای نخواسته در هر فامیل یک کشته یا دو فوتی یا سه فوتی حتما می باشه، به خاطر که در خانه ما 55-60 سن بالا زیاد داریم. حالا شمایی که متخصص روانی هستین آقای حسن خیل، آیا مبارزه کردن به شکل ذهنی و روانی وجود دارد؟ آدم چگونه میتونه که از طریق ذهن مبارزه بکنه با ویروس و کرونا؟ شما بهتر میفهمین اگر واقعا راه وجود داره. من میشنم اول خب باید ذهنا یک کتله، یک مجموعه را باید ما تغییر بدیم. مثل کابل است، ولایتایی که هم سرحد هستند با پاکستان و ایران، یا را ما باید ذهنا تغییر بدیم. اولی که باید فاصله اجتماعی را تغییر مراعات کنن، رفت آمد نکنن و مطبوعات ما قدر قوی باشه که در خانه خانه باید برسه و او باید بشنوند که کرونا یک خطر است. و بدون از این ما باید هر کس که واکسین نکردن باید خواهش کنیم از پیشان که باید واکسین کنن، به خاطر که هنوز مردم یک ذهنیت داره که یک دسیسه از در قبال ما بر ما واکسین روان کرده و ما را میخواین که بکشن، یا شاید دو سال بعد ما بمریم، یا شاید عمر ما را کم کنن. هنوز هم یک ذهنیت وجود داره که واکسین بر ما یک خطر است. و دی فکر نیستن
واکسین به خاطر نجات ما آمده، به خاطر خطر بر ما آمده که ما را به خطر مواجه سازد. وقتی که به این ذهنیت مردم باشد، چگونه وارا شما در خانه میشانین، وارا در قرنطین میشانین و وارا مجبور میکنین که واکسین بسازد. به خاطر از این ذهنیت سازی ما مجبور هستیم که مردم به مثل شما در مطبوعات، در مساجد، در مکاتب برشان یک تبلیغ صورت بگیره که کرونا میکروب است، شما را میکشه و واکسین یگانه راه حلش است که شما را نجات میده. حالا درست میخواه. حالا چه کسانی باید به خاطر ادگشتی نره به خانه دیگه کسا اگر علائم داشته باشه؟ ما مثلا بارها شنیدیم که اگر کسی تب و سرفه و ریزش دارن باید خود را قرنطین بکنن. ما میبینیم که حالا ادگشتی و رفتن به خانه اقارب و دوستای ادامه داره. آقای حسن خیل، چه کسانی باید با داشتن علائم نره؟ این علائم چی است و این علائم را اگر یک فرد یک شخص داشته باشه باید چه کار بکنه در روزهای عید؟ به نظر من خوال اصلا هیچ کس باید رفت آمد نکنه، به خاطر کسایی که صحتمند هستند اونا میتونن که باعث ناقل انتقال بتن ویروس از بیرون به فامیل خود، کسایی که سنشان زیاد هستند و بعضی کسایی که هیچ امکان نداره که در خانه باشن یا طاقتشان نمیآید، حداقل کسایی که تب، ریزش، گلوندردی، خستگی، سردردی، بیشتیایی، اسهالات داشته باشند باید از خانه بیرون نشن و خود از دیگر اعضای فامیل هم قرنطینه کنند در اتاق تنها باشند. اصلا توصیه ما همی است که باید هیچ از خانه نبرین و نه کس خانه تان بیاید. بسیار تشکر آقای حسن خیل. ممنون. خوش باشد. عید خوش باشد.